سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. من فریبا شیرازی هستم. در این برنامه به گمانه‌ها در خصوص مذاکره و احتمال همکاری ایران و آمریکا در بحران عراق خواهیم پرداخت. از بازگشایی مجدد سفارت بریتانیا در تهران خواهیم گفت و نگاهی خواهیم داشت به واکنش برادران مطهری درباره اتهام جاسوسی به پروفسور جیمز کلارک از سوی حسین شریعت‌مداری. پایان بخش برنامه هم گزارشی است از محمد رضا شهید، خبرنگار ما در پاریس، از گردهمایی تعدادی از روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم پاریس در گرامی داشت همکاران دربندشان در اوین. با ما همراه باشید. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با گروه 5 به علاوه 1 از صبح سه‌شنبه هفته گذشته در وین آغاز شد. گرچه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت با ویلیام برنز معاون ارشد وزیر خارجه آمریکا فقط درباره موضوع هسته‌ای مذاکره کرده، اما رویترز خبر داد مذاکرات پیرامون بحران عراق نیز انجام شده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید که در مذاکرات روز دوشنبه تنها درباره مسائل هسته‌ای گفتگو شده است. این در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها خبر داد مذاکراتی در خصوص بحران عراق و حمله داعش نیز با جمهوری اسلامی انجام شده است. بعد از ظهر دوشنبه 26 خرداد ما با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی، کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ویلیام برنز معاون ارشد وزیر امور خارجه آمریکا نشست سه جانبه‌ای برگزار شد. این مذاکرات برای کاهش اختلاف‌ها و نزدیک‌تر کردن دیدگاه‌ها برای آغاز نگارش توافق جامعه هسته‌ای بود. عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر خارجه نیز گفتگوها با برنز را مفید خواند و گفت طرفین صرفاً درباره موضوع هسته‌ای با یکدیگر مذاکره کردند و درباره عراق صحبت نشده است. پیش از این دیدار، محمد جواد ظریف و کاترین اشتون ظهر دوشنبه نیز در یک نهار کاری در وین درباره زمان و نحوه آغاز دور جدید گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 تصمیم گیری کردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه پیش از آغاز گفتگوها با کاترین اشتون در فرودگاه وین گفته بود که در پنجمین دور از گفتگوهای هسته‌ای باید نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای با 5 به علاوه 1 آغاز شود. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات غربی در وین که نام وی منتشر نشده نوشته است هنوز کارهای بسیاری باقی است. این دیپلمات غربی افسوده است هنوز بر سر موضوع اصلی حتی طرح یک راه حل نیز وجود ندارد. موضوع غنی‌سازی اورانیوم از طریق سانتریفوژها که می‌تواند از درجه‌ای به بالا سوخت تولید بمب اتمی را تأمین کند از موانع اصلی باقی مانده است. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه هم این هفته اعلام کرد که تعداد سانتریفوژهای ایران از چند صد عدد به 20 هزار عدد رسیده است. جمهوری اسلامی گفته است به منظور تأمین سوخت راکتورهای تولید انرژی هسته‌ای برای استفاده غیر نظامی این تعداد را افزایش می‌دهد. محمد جواد ظریف نیز در مقاله‌ای که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد نوشت در 10 سال گذشته تعداد سانتریفوژهای ایران از 200 عدد به 20 هزار عدد رسیده است. ظرفیت غنی‌سازی ایران از 0.3% به 20% ارتقا یافته است و راکتور تحقیقاتی آب سنگین عراق کمتر از 1 سال دیگر افتتاح خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران در مقاله خود افزوده است طرف‌های مقابل از ما در زمان مدیریت آقای روحانی بر پرونده هسته‌ای خواستند تا از غنی‌سازی حداقل تا سال 2015 خودداری کنیم که این موضوع باعث شد عملاً امکان حصول به توافق از بین برود. وی در همین حال گفته است هیچ کس نمیتواند عقربه‌های ساعت را به عقب برگرداند. قربانی‌هایی داده شده است. میزان توانایی‌های ما به شکل وسیع افزایش یافتند. دانش و تخصص‌های جدیدی کسب شده است. هیچ کدام از اینها را نمیتوانیم با آرزو و یا حتی از طریق مذاکره نادیده بگیریم. این در حالی است که رابرت مندنز، سناتور دموکرات و رئیس کمیسیون سیاست خارجی سنای آمریکا، روز پنجشنبه 12 ژوئن گفت هر گونه توافق با جمهوری اسلامی به از بین بردن قابل توجه زیرساخت‌های هسته‌ای این کشور نیاز دارد.
شهر وین برای پنجمین بار میزبان گفتگوهای ایران و گروه پنج به علاوه یک بر سر گام پایانی توافقنامه ژنو موسوم به برنامه اقدام مشترک است. این توافق 30 دی ماه سال گذشته وارد مرحله اجرایی شد و آخر تیر ماه مهلت 6 ماهه آن به پایان میرسد. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا هفته گذشته ابراز امیدواری کرد که سفارت بریتانیا در تهران طی چند هفته آینده بازگشایی شود. آجی شارمای کاردار غیر مقیم بریتانیا در تهران نیز در توییتر خود ابراز امیدواری کرد که خدمات ارائه ویزا طی چند ماه آینده در سفارت بریتانیا در تهران راه اندازی شود. با این وجود مجید تختروانچی معاون وزیر امور خارجه ایران گفت فعلا ارتقاء روابط تهران و لندن در سطح سفیر مطرح نیست. نزدیک به 2.5 سال پیش بریتانیا در اعتراض به حمله دانشجویان بسیجی به سفارتخانه خود آن را به نشانه اعتراض تعطیل کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، مجید تختروانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه با اشاره به اظهار نظر مقامات انگلیس در خصوص بازگشایی سفارت لندن در تهران گفت که فعلا ارتقای روابط با انگلیس در سطح سفیر مطرح نیست. وی در جمع خبرنگاران در وین اظهار داشت فعلا در سطح کاردارهای ترددی روابط برقرار است که طبیعتاً در زمان مناسب بعد از تفاهم دو طرف کارداری که در پایتخت‌های ایران و انگلیس مستقر شوند معرفی می‌شود. این مقام ارشد وزارت خارجه جمهوری اسلامی اضافه کرد ایران قبلا سفارتش را باز کرده بود و تحت نام جمهوری اسلامی ایران است و کاردار ترددی ما رفت و آمد دارد و خدمات کنسولی مورد نیاز شهروندانمان در انگلیس را ارائه می‌دهیم. و یادآور شد که دولت انگلیس برای بازگشایی به زمان بیشتر نیاز داشت و باید مقدماتی را آماده می کردن. البته چند ماهی است که سفارت انگلیس از این حالت که سوئد حافظ منافع آن باشد خارج شده. وی در پاسخ به این سوال که گفته شده از سفارت انگلیس بازگشایی می شود اما خدمات کنسولی ارائه نخواهد داد هم گفت انتظار از سفارت بعد از این که بازگشایی می شود شروع به کار کند. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی درباره موضوع پرداخت خسارت به انگلیس نیز اظهار داشت فعلا این بحث مطرح نیست و در موقع خود اگر لازم باشد صحبت می‌کنیم. نزدیک به یک ماه پیش مجید تختروانچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که این کشور حاضر نیست به خاطر حمله به سفارت بریتانیا که به قطع روابط دیپلماتیک دو کشور منجر شد عذرخواهی کند ولی میتواند درباره پرداخت غرامت بابت این اقدام مذاکره کند. گفتنی است ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا طی سخنانی در پارلمان این کشور وضعیت را برای بازگشایی سفارت در تهران مناسب توصیف کرده بود. وزیر خارجه بریتانیا گفته بود که در 4 ماه گذشته ارتباط بین دو دولت گسترش یافته و تعدادی از مقامات دو کشور دیدارهای متقابلی از کشور دیگر داشتند. به گفته وی تضمین امنیت کارمندان سفارت بریتانیا در تهران و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت آنها از محورهای مورد بحث با جمهوری اسلامی برای بازگشایی سفارت بوده است. هی گفت که در این رابطه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفتگو کرده است. او با تصریح اینکه قبل از بازگشایی سفارت برخی مسائل عملی باید روشن شود افزود ولی در سریع‌ترین زمان ممکن سفارت در ابتدا با پرسنلی محدود شروع به کار خواهد کرد. سفارت بریتانیا در ایران در آذر ماه 1390 از سوی گروهی به ظاهر دانشجوی هوادار نظام مورد حمله قرار گرفت و پرچم این کشور پایین کشیده شد. مهاجمان همچنین به باغ قلهک اقامتگاه کارمندان سفارت بریتانیا حمله کردند. دولت بریتانیا در نخستین واکنش به حمله به سفارت خود در تهران را بست و اعلام کرد که دیپلمات‌های خود را از ایران خارج می‌کند. دولت آلمان نیز در اعتراض سفیر خود را برای مدتی از تهران فراخواند. مدتی بعد بریتانیا سوئد را مسئول حفاظت منافع خود در ایران تعیین کرد و جمهوری اسلامی نیز این وظیفه را به عمان سپرد.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی تنش در مناسبات دو کشور کاهش یافت و تلاش‌های فشرده‌ای به ویژه همزمان با گشایش در مذاکرات مربوط به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی برای احیای مناسبات دیپلماتیک میان تهران و لندن آغاز شد. این تلاش‌ها به تعیین کاردار غیرمقیم از سوی دو کشور در اسفند ماه گذشته منجر شد و رابطه مبتنی بر حفاظت منافع میان دو کشور پایان یافت. به عقیده کارشناسان هم پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و هم وضعیت حساس منطقه به ویژه پس از بحران اخیر در عراق باعث احیای سریع‌تر مناسبات تهران و لندن را بیش از پیش در دستور کار قرار داده است. برای مسئله غرامت بریتانیا خواهان تضمین‌هایی از تهران برای عدم تکرار حمله سال 2011 به سفارتخانه خود بوده است. اکمل‌الدین احسان اوغلو دبیر کل سازمان همکاری‌های اسلامی از سوی حزب جمهوری‌خواه خلق و حزب حرکت ملی به عنوان نامزد مشترک این دو حزب برای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه معرفی شد. حزب جمهوری خلق و حزب حرکت ملی دو حزب بزرگ ترکیه هستند که از منتقدان دولت محسوب می‌شوند. مهستان بختیاری از ترکیه گزارش می‌دهد. پس از ماها گمان زنی شورای مشورت احزاب مخالف دولت روز گذشته پروفسور اکمل‌الدین احسان اوغلو رو به عنوان نامزد مشترک خودشون برای حضور در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری مرداد ماه ترکیه معرفی کردن. همونطور که در گزارش‌های قبلی هم اشاره کردیم پس از انتخابات محلی در 3 مارس و پیروزی حزب عدالت و توسعه دو حزب مخالف دولت یعنی حزب جمهوری خلق و حزب حرکت ملی که نتونسته بودن در اون انتخابات نتیجه دلخواهی رو کسب کنن بحث معرفی نامزد مشترک رو برای انتخابات ریاست جمهوری مطرح کردن و روی طبیعی هم بود با توجه به موفقیت دوباره حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی شاید معقول ترین گزینه‌ای که پیش روی احزاب رقیب بود همین مسئله یعنی توافق بر سر یک کاندیدای مشترک بود. این موضوع البته میتونه تا حدود زیادی موقعیت احزاب رقیب دولت رو در مقابل حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیش رو ارتقا ببخشه. حزب عدالت و توسعه هم البته در زمینه معرفی نامزد نهایی خودش برای انتخابات ریاست جمهوری میدونیم در 3 ماه گذشته جلسات زیادی رو با اعضای خودش و صاحب نظران مختلف برگزار کرد. به نظر میرسه به جنبندی مشخصی هم در این زمینه رسیده و اونطور که از لابلای صحبت‌های مقامات این حزب پیداست نامزدی آقای اردوغان قطعی استش، هرچند رسماً این موضوع اعلام نشده اما خب معاون حزب عدالت و توسعه گفتن ما نامزد خودمون رو انتخاب کردیم منتها صبر میکنیم تا احزاب مخالف نامزدشون رو معرفی بکنن پس از اون ما نامزد خودمون رو معرفی خواهیم کرد. اما در این ارتباط هم در این هفته دو حزب مخالف و رقیب دولت از جمله حزب جمهوری خلق و حزب سعادت مسئله دیگه ای رو هم مطرح کردن. اونها بر این موضوع هم توافق کردن و تاکید داشتن که نامزد معرفی شده از سوی اونها وابستگی حزبی نخواهد داشت. آقای کمال قلیچدار‌اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق در مورد دلیل این کار گفته بود که ما به دنبال نامزدی هستیم که اتحادیه‌های صنفی، سندیکای هنرمندان و احزاب سیاسی از او حمایت بکنن و مورد پذیرش جامعه هم باشه. ولی اتفاقی که در این چند روز در این راستا افتاده و به نظر اتفاق مهمی هم هستش اعلام حمایت مشروط دو حزب کردی از نامزد حزب جمهوری خلق هستش. آنطور که روزنامه حریت چاپ ترکیه در این زمینه نوشته دو حزب کردی صلح و دموکراسی و حزب دموکراتیک خلق‌ها گفتن که در صورت که حزب جمهوری خلق بزرگترین حزب مخالف دولت به خواسته کردها که آزادی و دموکراسی ازش تضمین و اطمینان بده اونها هم از نامزد حزب جمهوری خلق در انتخابات ریاست جمهوری حمایت خواهند کرد که خب این موضوع میتونه تا حدود زیادی موقعیت حزب جمهوری خلق رو در انتخابات مرداد ماه آینده بهبود ببخشه. با این همه همونطور که گفتیم دو حزب بزرگ جمهوری خلق و حرکت ملی در نهایت پس از ماها مشورت بر سر کاندیداتوری پروفسور اکمل‌الدین احسان اوغلو به توافق رسیدن. پروفسور اکمل‌الدینی که استاد دانشگاه علوم اجتماعی و از سیاستمداران شناخته شده ترکیه هستش و در حال حاضر دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی هستش. آقای اکمل‌الدین از خانواده ترک‌تبار اما در قاهره متولد شده و سالها در مصر زندگی کرده. انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه 19 مرداد امسال برگزار خواهد شد.
دو ایرانی در دادگاهی در فرانکفورت آلمان به قاچاق موتورهای هواپیماهای بدون سرنشین به ایران متهم شدند. به گفته دادستانی این موتورها برای استفاده در پهپادهای ابوبیل 3 مناسب هستند. در گذشته نیز یک تاجر ایرانی تبار به اتهام انتقال فناوری ماهواره به ایران در آلمان بازداشت شده بود. به گزارش رسانه‌های آلمان، به نقل از دادستان کل آلمان، یک تاجر 32 ساله به نام ایمان لام در ویسبادن در مجموع 61 موتور هواپیمای مارک لینباخ را در سالهای 2008 و 2009 از طریق شرکت واردات صادرات خود خریده و به ایران ارسال کرده است. دادستانی آلمان سود حاصل از این معامله را حدود 500,000 یورو برآورد می‌کند. این بازرگان برای آنکه مورد سوءظن ماموران گمرک واقع نشود، اطلاعات جعلی روی بار ارسالی خود می‌چسبانده است. به گفته بازرسان این پرونده، در این اطلاعات گفته می‌شده که محموله ارسالی قطعات یدکی برای موتور جت اسکی بوده است. جت اسکی وسیله ورزشی و سرگرمی برای موتور سواری روی آب است. دادستانی آلمان این مرد را متهم کرده که موتورها را بدون اجازه رسمی خریده و صادر کرده و بدین ترتیب در 20 مورد مرتکب نقض قانون شده است. این موتورها به عنوان دستگاهی برای ایجاد نیروی محرک پهپاد به کار می آیند. هواپیماهای بی سرنشینی که ارتش ایران به منظور پروازهای تجسسی و عملیات رزمی از آن استفاده می کند. متهم این پرونده حاضر به موضع‌گیری درباره اتهاماتی که علیه او زده می شود نیست و می گوید دلیل او تجربه های بدی است که با دستگاه قضایی دارد. او می گوید که در سال 2006 به مدت 16 ساعت بدون داشتن وکیل به سوالات یک بازجو پاسخ داده و سپس یک شب را در زندان گذرانده است و تنها از طریق وکیل خود حاضر به برقراری ارتباط با مقامات مسئول است. وکیل این بازرگان در نخستین روز محاکمه تصریح کرد که موکلش در مورد این اتهام موضع‌گیری خواهد کرد. قاضی دادگاه بیش از این گفته بود که با توجه به اعلان جرم دادستانی چشم‌انداز خوبی در انتظار متهم نیست. این پرونده در ابتدا متهم دیگری نیز داشت. یک بازرگان مقیم ایران متهم شده بود که کمک کرده است تا محموله ارسالی از آلمان در ایران فروخته شود. روزنامه آلمانی بیلد نام این بازرگان را داوود الف ذکر کرده است. این بازرگان 55 ساله طبق گواهی دو پزشک همکنون بیمار است و نمیتواند در دادگاه حاضر شود. در نتیجه پرونده این دو بازرگان به طور جداگانه در دادگاه بررسی خواهد شد. انتظار می‌رود که دادگاه رأی خود را در ماه سپتامبر صادر کند. از آخرین موارد این بازداشت‌ها می‌توان به بازداشت یک آلمانی ایرانی تبار به اتهام خرید قطعات برای برنامه موشکی ایران در ماه فوریه اشاره کرد و همچنین در ماه می 2013 یک تاجر ایرانی تبار مقیم آلمان به اتهام انتقال فناوری ماهواره به ایران بازداشت شد. اتهام ایشان سرپیچی از قوانین مربوط به مبادلات تجارت خارجی و نقض تحریم ها علیه ایران بود. دادگاهی شدن این دو نفر در خصوص معامله غیرقانونی موتورهای پهپاد در حالی است که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تبلیغات گسترده ای را روی موضوع پهپاد کرده است. رژیم ایران پس از سرنگونی یک پهپاد امریکایی در دو سال پیش مدعی شده بود با روش مهندسی معکوس توانسته به تکنولوژی پهپادها یا هواپیماهای بی سرنشین دست یابد. کارشناسان ادعاهای حکومت ایران را رد می کنند. دو فرزند مرتضی مطهری در سخنانی انتقاداتی را از نظام و نیز حسین شریعت مداری نماینده علی خامنه‌ای در مؤسسه کیهان مطرح کردند. محمد مطهری واکنش روزنامه کیهان به پروفسور جیمز کلارک را شرم‌آور خواند. علی مطهری هم در انتقاداتی گفت دولت باید در حوزه حقوق ملت جسارت بیشتری داشته باشد. حصر رهبران جنبش سبز بدون حکم قضایی خلاف قانون است و مقام غیر قابل نقدی در نظام وجود ندارد. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس از وجود حاکمیت دوگانه در برخورد با مطبوعات انتقاد کرد و گفت انتظارها این است که دولت 11 در حوزه حقوق ملت فعالتر، شفافتر و با جسارت بیشتری فعالیت کند. مطهری با انتقاد از توقیف مطبوعات از سوی قوه قضاییه افسوده
این موضوع به وسیله رئیس جمهور قابل حل است و رئیس جمهور می تواند به قوه قضاییه اخطار دهد. این نماینده مجلس درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز گفته که حصر خانگی بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است. وی اضافه کرده اگر موسوی و کروبی تخلفی انجام داده باشند باید در دادگاه صالح محاکمه و حرفهای خود را بزنند که البته در این راستا احمدی نژاد هم باید محاکمه شود. مطهری در بخش دیگری از سخنرانی خود اعلام کرده در جمهوری اسلامی هیچ مقام غیرقابل انتقادی نداریم و اینطور نیست که رئیس قوه قضاییه احساس کند غیرقابل انتقاد است. محمد مطهری دیگر فرزند مرتضی مطهری نیست که کمتر در رسانه ها حضور دارد و یک فرد معمم است در جوابیه شدید و لحنی پاسخ کیهان را داد و حمله این روزنامه به پروفسور کلی جیمز کلارک را شرم‌آور خواند. آقای مطهری خطاب به حسین شریعت مداری گفته است هیچ کس مانند جنابالی به سبب برخوردهای غیر منصفانه و غیر علمی و مملو از تمسخر و افترا و اتهام با دیگر اندیشان و نواندیشان در گسترش افکار سکولاریستی و روشنفکر مابانه غربی در میان جوانان ایرانی و حتی مسئله دار کردن آنان با نظام مؤثر نبوده است. روزنامه کیهان روز سه‌شنبه 20 خرداد ماه 93 در مطلبی تحت عنوان دعوت از آمریکایی همجنس باز برای تبیین اندیشه شهید مطهری از جیمز کلارک به عنوان فردی یاد کرده بود که در دفاع از همجنسگرایی مطلب نوشته است. محمد مطهری در جوابیه خود پروفسور کلی جیمز کلارک را فیلسوف خداباور مسیحی و از مقابل کنندگان معروف با الحاد در غرب معرفی کرده است. محمد مطهری در جوابیه خود به مصاحبه اختصاصی کیهان مورخه 29 آذر 91 با تیری میسان روزنامه‌نگار فرانسوی در جریان سفر به ایران که این روزنامه‌نگار را همجنسگرا معرفی کرده است اشاره کرد. آقای مطهری اضافه کرد وی در رسانه ملی در برنامه زنده راز هم شرکت کرد. به همین منوال وقتی پروفسور جیانی واتیمو فیلسوف ایتالیایی ملحد و همجنس باز که به شرکت در راهپیمایی همجنس بازان مقید است سخنران افتتاحیه همایش بین المللی روز جهانی فلسفه در ایران در سال 1389 بود به دلایل معلوم صد البته باید سکوت می شد. مطهری در بخش دیگری از جوابیه خود خطاب به شریعت مداری تصریح کرده است یکی از ایرادات جنابالی به حضور کلارک این است که معتقد است دین نقشی در حاکمیت ندارد و به دین رحمانی معتقد است و قانون ارث را قبول ندارد. نمیدانم این را از باب رفع خستگی نوشته اید یا مقصود جدی داشته اید. وی افزود اگر فرض دوم صحیح باشد پس لطفاً به وزارت خارجه پیشنهاد بفرمایید که در فرم ویزاهایی که برای متفکران خارجی داده می شود چند عبارت را با جای تیک مشخص کنند تا آنان قبل از سفر به ایران درباره حاکمیت دین در جامعه، اعتقاد به دین رحمانی، قانون ارث، مسئله قصاص، قطع دست سارق، تفاوت ارث زن و مرد نظر خود را اعلام نمایند که از همان ابتدا صدور ویزای آنان منتفی گردد تا پس از ورود با تهمت همجنس بازی و جاسوسی بدرقه نشوند. مصطفی پورمامدی وزیر دادگستری روحانی هم به ماجرای بهشت و جهنم ورود پیدا کرد و در سخنانی جانب منتقدان دولت را گرفت و گفت ما باید راه بهشت را برای مردم هموار کنیم. محمد تقی مصباح یزدی نیز در اظهار نظری گفت سخنان برخی مقام های دولت یازدهم نشخوار سخنان اصلاح طلبان است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران در گفتگو با هفته نامه حریم خواستار هموار کردن راه برای بهشت رفتن مردم شد و گفت دولت باید راه بهشت را برای مردم هموار کند و ما دغدغه جهنمی نشدن همه انسان‌های جهان را داریم. وی افزود البته ما باید راه بهشت را برای مردم هموار کنیم، یعنی مردم را هدایت و راهنمایی کنیم. این کار دولت است. حکومت و دولت باید راه رسیدن به بهشت را برای جامعه هموار کنند.
طرف مقابلش هم کاملا درست است، یعنی حکومت باید تا آنجا که میتواند راه سقوط و پرت شدن به جهنم، گمراهی و جهنمی شدن را محدود کند. البته نه محدودیتی که انسانها دیگر نتوانند خلاف کنند. عضو هیئت مرگ در سال 67 در ادامه با اشاره به سخنان منتقدان گفت: اگر یک عالم بزرگ بگوید ما باید راه بهشت را هموار و راه جهنم را سخت کنیم، کسی نباید استنباط کند می‌خواهند با زور مردم را به بهشت ببرند. اگر کسی چنین استنباط کند اشتباه کرده است. وی گفت: اگر جناب آقای رئیس جمهور بفرماید ما نمی‌خواهیم مردم را به زور به بهشت ببریم، کسی حق ندارد استفاده و استنباط کند که ایشان می‌گوید ما برای بهشتی شدن مردم وظیفه‌ای نداریم و کاری نمی‌کنیم، یا در رابطه با جهنمی شدن مردم مسئولیت و دغدغه‌ای نداریم. پور محمدی در ادامه گفت: اصلا کسی نمیتواند دغدغه جهنمی شدن جامعه، مردم هموطنش و دیگر انسانها را نداشته باشد. ما دغدغه همه انسانهای دنیا را داریم که جهنمی نشوند. چرا دغدغه نداریم؟ ما دغدغه همه انسانهای عالم را داریم که بهشتی شوند. وزیر دادگستری افزود: وقتی مردم به یک دین، یک اصول و یک قاعده پای بندند و حکومتی را هم بر آن اساس پایه می ریزند، آن حکومت خودش را مقید با آن مبانی می داند و طبعاً باید مجری باشد. نمی توانیم بگوییم حکومت دینی هستیم و به احکام دینی بی تفاوت و بی توجه باشیم. بخش عظیمی از قوانین ما درباره اجرای دستورات دینی است، پس همه موظف هستیم، من جمله در برخورد با مفاسد. وی در پایان هم با تمجید از علی خامنه ای گفت: ولایت فقیه مهمترین رکن نظام ماست و همه امور نظام ما بر این پایه دارد انجام می شود. همین راستا و در ادامه جنگ لفظی میان روحانی و محافظه‌کاران و در تازه ترین واکنش، محمد تقی مصباح یزدی گفت: سخنان برخی مقام های دولت 11 نشخوار سخنان اصلاح طلبان است. به گزارش وبسایت آقای مصباح یزدی، وی در دیدار با اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه با بیان اینکه در زمان اصلاح طلبان نیز همین مسائل وجود داشت گفت: برخی سخنان دولت مردان فعلی نیز نشخوار سخنان اصلاح طلبان است. این استاد حوزه علمیه در ادامه و در واکنش به این سخن حسن روحانی که گفته بود ادلی دین را نمی‌شناسند و متوهم هستند گفت: این که شخصی بگوید عده دین را نمی شناسند و متوهم هستند در همین مسئله ریشه دارد، چون این عده دین خود را با الهام از فرهنگ غربی تفسیر می کنند و شناخت آنها نسبت به دین به گونه ای نیست که امامان را معرفی کرد. بله، ما دینی را که آنها می گویند نمی شناسیم. ما دینی را می شناسیم که امام به ما یاد داده است و برای آن انقلاب شده و خونهای زیادی به خاطر آن فدا شده است. گفتنیست حسن روحانی چندی پیش در انتقاد از حملات برخی روحانیون محافظه‌کار به دولت 11 گفت آنها دین را نمی‌شناسند، متوهم و بیکار بوده و می‌خواهند به زور شلاق مردم را به بهشت ببرند. مصباح در بخش دیگری از سخنان خود هم گفت: باید توجه داشت که مهمترین موزل و مسئله در کشور ما اقتصاد و مادیات نیست، بلکه همان هدفی است که به خاطر آن انقلاب صورت گرفت. عضو خبرگان رهبری گفت: اگر قرار بود مشکل اصلی ما اقتصاد و مادیات باشد که در اون صورت انقلاب نمی کردیم بهتر بود، چرا که در آن زمان نه تحریمی دامنگیر ملت ایران بود و نه مشکل انرژی هسته‌ای داشتیم. داستان بهشت و جهنم از اظهار نظر حسن روحانی آغاز شد که گفته بود با زور نمی توان مردم را به بهشت برد. به دنبال این سخنان، احمد خاتمی و احمد علم الهدا در خطبه های نماز جمعه شهرهای تهران و مشهد با حمله به روحانی گفته بودند: مقابل کسانی که مانع رفتن مردم به بهشت خواهند شد ایستاده و با وی برخورد خواهند کرد. حسن روحانی هم 10 خرداد در پاسخ به آنها گفته بود برخی بیکار و دچار توهمات هستند و مدام غصه دین و آخرت مردم را می‌خورند. نه دین را می‌دانند چیست و نه می‌دانند آخرت چیست. ساعتی پس از این اظهارات تند روحانی، خبرگزاری فارس گفتگویی از احمد خاتمی منتشر کرده که آقای خاتمی در این گفتگو مهاجمان به سخنان روز گذشته خود را مستبدانه مدرن خوانده است. اما در آخرین اظهار نظر، رئیس جمهوری ایران گفت
برخی که در عصر حجر زندگی می کنند با تئوری های غلط افراطی‌گری را ترویج می کنند. برنامه این هفته را با گزارش از تجمع روزنامه نگاران مقیم فرانسه برای گرامی داشت همکاران دربندشان در زندان های جمهوری اسلامی به پایان می رسانم. محمد رضا شاهید از پاریس از این نشست می گوید. خبرهای 48 ساعت گذشته از نظر اهمیت، یکی گفتگوی تلفنی مشترک خانم مرکل، آقای پوتین و آقای فرانسوا اولاند بود در مورد اوکراین، دستگیری فردی که جهادیون مسلمان رو در فرانسه استخدام میکرد و به سوریه میفرستاد و همینطور جمعه شب تعدادی از روزنامه‌نگاران ایرانی ساکن پاریس برای همراهی و همفکری با همکارانشون که در زندان هستن اما تولدشون در ماه خرداد بوده جشنی رو برپا کرد و یک سخنرانی که البته این پنجمین سال است که چنین مراسمی برگزار میشه، هر سال عده‌ای گفتگو میکنند، اما ابتکار امسال حضور فرزند آقای کروبی بود که از طریق اسکایپ پیامی رو برای حاضرین و شاید برای تمام مردم ایران فرستاد که در این بخش خبری بخش های بسیار کوتاهی از اون رو خواهید شنید و بیشتر اون رو شنبه آینده در زیر آسمان پاریس. از همه کسانی که من سالها به دلیل اینکه در واقع همسرانشون زندان بودن، پدرانشون زندان بودن، برادرانشون زندان بودن یا خواهرشون زندان بودن یا فرزندشون در زندان بودن، من شرایط پیش برام اومد که سالهای شاید زیادی تونستم به صورت تنگاتنگ با این افراد کار بکنم. ماجرا از این قرار بوده که ادهی از اومدهای اون مجموعه آقای جهانگیری رو میبینن و خبر از رفتن بخش مهم میلیارد و هم میلیارد دلار نیست از پول این مجموعه میگه که در حساب افرادی، حساب شخصی افرادی برای دوزدن تحریم ها قرار گرفت و این افراد رفتن دیگه منفوض دستر شد. تنها کمیسیون تحقیق برای 2500 تخلف دولت احمدی‌نژاد سپه گذاشته. اخباری که در درون دولت هست، دولت پرهیز داده شده. شخص رئیس جمهور و نزدیکانش از دادن آمار و ارقام فجایع گذشته که بدون شک هیچ قومی تا کنون چنین با این سرزمین نکرده بود، پرهیز داده شده. همه اینا وجود به چه چیزی انجام شد؟ به چه بهانه‌ای؟ به بهانه یک حکومت و دولت ارزشی که اعتبارات مردم رو بازی گرفت، سرمایه های مردم رو بازی گرفت، کشور رو در منجلاب بحران های بین المللی فرو برد و در حوزه اقتصادی که فاجعه انقدر عمیقه که حتی نمیتوان اون رو باز کرد. من اصلا به دنبال این نیستم به این موضوع از نگرشه حقانیت و بطرانی یک سو و سوی دیگری نگاه بکنم. بیرون این باورم که بسیاری از مسائل بیش از آن که امنی باشد ذهنی است. بسیار سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه‌های ما رو میتوانید در وبسایت ما با آدرس ایرانفردالایف.com و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com/ایرانفرداتیوی نتورک دنبال کنید و درباره برنامه نظر دهید.
همچنین می توانید با ایمیل ما که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده با ما در ارتباط باشید و ما را در بهتر شدن برنامه یاری دهید. منتظر شما هستیم. تا برنامه دیگر، شاد و سربلند باشید.